سلام و شب بخیر. بیننده برنامه که روی خط هستید از بخش فارسی صدای آمریکا و من آرش سیگارچی در 45 دقیقه پیش رو در این 26 روز دی ماه همراه شما خواهم بود. بحث امروز ما در برنامه روی خط درباره آزادی اقلیت‌های دینی در ایرانه. یکی از مهمترین متمم‌ها بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که قدمتی بیش از 200 سال داره تأکید بر آزادی دینی و مذهبی است. جدای دین از سیاست تضمین شده و البته آزادی دین برای همه آمریکایی‌ها مورد تأکید قرار گرفته. امروز 16 ژانویه در آمریکا روز ملی آزادی مذهبی یا دینی نام گرفته و به همین بهانه می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به ایران. آیا در ایران آزادی مذهبی و دینی وجود داره؟ اعلامیه جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی ایران هم ملزم به رعایت اون هست تأکید می‌کند که هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب بهره مند گردد. این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا باور نیز می‌شود. برخی معتقدند برای ارزیابی آزادی دینی در یک کشور باید نگاهی به وضعیت اقلیت‌های دینی در آن کشور داشت. هرچقدر این اقلیت‌ها از آزادی بیشتری برخوردار باشند، آزادی دینی بیشتری در اون کشور وجود داره. در برنامه امشب چنین خواهیم کرد و شما بیننده‌ای که از اقلیت‌های دینی در ایران هستید، این فرصت رو خواهید داشت تا نظر خودتون رو در مورد وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران و اینکه چقدر آزادی دینی در این کشور وجود داره رو بیان کنید. همکارم ماندانا تدیون اینجاست برای اعلام راه‌های تماس شما بینندگان با برنامه روی خط. سلام بر شما. سلام بر آرش و سلام بر بینندگان عزیزمون. همینطور که دقایق پیش همکارم آرش موضوع برنامه رو براتون معرفی کرد، اگر مایل هستین در این بحث شرکت کنین، چند راه مختلف وجود داره برای تماس با ما. یکی از این راه‌ها وبلاگ برنامه روی خط هست، rouyekhat.blogspot.com. راه دیگر ایمیل برنامه ما هست، rouyekhat@voanews.com و همچنین میتونید به فیسبوک برنامه روی خط برین. صدای شما خط مورب روی خط صفحه فیسبوک ماست که اونجا موضوع برنامه نوشته میشه و میتونه برین اونجا در بحث شرکت کنین. در ضمن مسنجرهای یاهو و جیمیل ما هم از دقایق پیش روشن شده که میتونین اونجا بیاین، تلفن تماستون رو با ما بدین و ما با شما تماس بگیریم، بیاین روی خط و مستقیما با آرش صحبت کنین. آدرس جیمیل و یاهو مسنجر رو ما الان فکر کنم زیر صفحه نوشته شده باشه و البته راه تماس تلفنی. یادت رفت آدرس مسنجرمون؟ نه. خب همونطور که اشاره کرد همکارم ماندانا، میتونید روی خط برنامه هم باشید، یعنی تلفن بزنید به ما و صدای شما رو و نظرات شما رو بشنویم. تا چند لحظه دیگر همکارانم تلفن برنامه روی خط رو اعلام میکنن. اگر میخواهید روی خط باشید با شماره تلفن 202-692-4376 تماس بگیرید. روی خط @voanews.com و روی خط @blogspot.com دو راه دیگر تماس با برنامه ماست. خب بیننده برنامه روی خط هستید که بحث در مورد آزادی دینی در ایران هست. اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به خصوص اصل 12 این قانون که به صراحت در اون اشاره شده که دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری 12 امامی است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت رو داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب
خواهد بود. این اشاره مستقیم قانون اساسی در مورد مذهب شیعه و البته پیروان مذاهب سنی است. اما در پشت سر این اصل، در اصل 13 قانون اساسی، سه اقلیت مذهبی هم در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته میشه. ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوالات شخصی و تعلیمات دینی بر طبق آیین‌نامه خود عمل می‌کنند. و یک اصل بعد از این، شاید ایرانیانی باشند که به هیچ کدوم از این سه اقلیت دینی تعلق نداشته باشند، مسلمان هم نباشند. تو طول برنامه در موردش بیشتر صحبت میکنیم. تو قانون اساسی برای اونها هم به عقیده برخی یک جایگاهی قرار داده شده. مثلا در اصل 14 قانون اساسی به حکم یک آیه از آیه 8 از سوره الممتحنه هست که بعد از اون آورده که دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی اونها رو رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. حالا بعد از این نکات در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران، بعد از یه نگاهی به میزان و کمیت آماری در مورد اقلیت‌های مذهبی در ایران بندازیم، سعی کردم آمار رو در مورد از منابع رسمی خود این اقلیت‌ها به دست بیارم. همونطوری که می‌بینید زرتشتیان ایران حدود 45 هزار نفر، کلیمیان حدود 25 هزار نفر، چون بین 25 تا 30 هزار نفر روایت کردن، مسیحیان بین 200 تا 300 هزار نفر و بهائیان که بنابر منابع و سایت‌های اینترنتیشون 300 هزار نفر. اینها آمار تقریبی است و آمار دقیق وجود نداره، چون در سرشماری‌ها معمولاً دین رو نمی‌پرسن. بعد از این نکات و آمار برسیم به گزارش ابتدایی برنامه. در این گزارش نگاهی داشتم به وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران و همچنین مشکلاتی که برای برخی از پیروان آیین‌ها به وجود میاد. این گزارش رو ببینید، بیشتر صحبت کنیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت چند اقلیت دینی یعنی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت شناخته. اما برخی از گزارش‌ها از وجود محدودیت‌هایی برای پیروان این ادیان در ایران حکایت دارد. البته مسئولان جمهوری اسلامی ایران چون این اتهامی را رد می‌کنند و تأکید دارند که این سه اقلیت دینی دارای 5 نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند. اما برخی پیروان اقلیت‌های دینی در سال‌های اخیر ترجیح دادند به خارج از ایران مهاجرت کنند. از جمله مشکلاتی که برخی به آن اشاره می‌کنند در مورد ارث افراد مسلمان و غیر مسلمان در یک خانواده است که برابر نیست. برخی همچون نماینده مسیحیان در مجلس شورای اسلامی امیدوار به حل این مشکلات هستند، چنانکه تا سال 1382 دیه پیروان اقلیت‌های مذهبی با مسلمانان برابر نبود، اما اکنون برابر است. در سالهای اخیر انکار پیاپی هولوکاست از سوی محمود احمدی نژاد موجب نگرانی‌هایی در میان یهودیان ایران شده است. از این گذشته سفر ایرانیان به اسرائیل ممنوع است. برخی پیروان ادیان و مذاهب دیگر نیز در ایران زندگی می‌کنند، اما قانون آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. مانند بهائیت که در سالهای اخیر پیروان آن با بازداشت و برخوردهایی مواجه شدند. مقامات قضایی و امنیتی بهائیت را دین مجاز نمی‌دانند و با آن مخالف هستند. قوانین تأکید دارند که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است حقوق انسانی غیر مسلمانان را رعایت کند، اما بهائیان در ایران با محدودیت‌های مواجه هستند. غیر از اقلیت‌های دینی، مسلمانان سنی نیز در ایران از محدودیت‌های گله می‌کنند. با اینکه در قوانین ایران سنی‌ها اقلیت محسوب نشدند و تأکید شده است که مورد حمایت حکومت هستند، اما برخی رفتارها با پیروان مذاهب سنی باعث شده آنها خود را مانند اقلیت‌های دینی محروم از برخی حقوق بدانند. حدود 10% از جمعیت ایران را سنی‌ها تشکیل می‌دهند، اما حکومت کمتر مقام‌های مدیریتی را در شرایط برابر با شیعیان در اختیار آنها قرار می‌دهد. هرچند برخی مقام‌های ایرانی از تغییر پیروان دیگر ادیان به اسلام استقبال می‌کنند،
اما برعکس آن را نه تنها نمیپسندند بلکه جرم و مستوجب مجازات اعدام میدانند. در سالهای اخیر برخی از ایرانیانی که والدین مسلمان داشتند دین خود را تغییر داده و به ادیانی دیگر گرویدند، اما مقامات قضایی به اتهام ارتداد آنها را به اعدام محکوم می کنند. از جمله نمونه این احکام می توان به حکم اعدام برای کشیش یوسف نادرخانی اشاره کرد که در هفته های اخیر در استان گیلان صادر شده است. در سالهای گذشته برخی نهادهای حقوق بشری به این محدودیت‌ها و برخوردهای جمهوری اسلامی ایران با اقلیت‌های مذهبی اعتراض کردند. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن. بیننده برنامه روی خط هستید که در این یک شنبه پرداختیم به بحث آزادی دینی در ایران و این که آیا به نظر شما وجود داره یا خیر. اگر مایل هستید میتونید بیاد روی خط و نظرتون رو بیان کنید. اگر از اقلیت‌های دینی در ایران هستید خوشحال میشیم که در فرصت تماس شما صدای گرمتون رو بشنویم. همچنین همونطوری که همکارم ماندانا اعلام کرد از طریق مسنجرهای برنامه روی خط میتونید تلفنتون رو برای ما بفرستید تا همکارانم در بخش اتاق کنترل با شما تماس بگیرن و شما رو روی خط داشته باشیم. همچنین فراموش نکنید که به وبلاگ برنامه روی خط هم سر بزنید. روی خط .blogspot.com آدرس وبلاگ ماست که همینک میتونید نظر خودتون رو برای ما بفرستید تا انتهای برنامه سعی می‌کنیم نظرات شما رو دسته‌بندی کنیم و در بخشش اعلام کنیم. اما یک وبلاگ هم برای معرفی در این بخش انتخاب کردم که معرفی می‌کنم. روی خط وحید. وحید در وبلاگش همزمان با رونمایی از منشور کوروش کبیر در تهران که چند ماه پیش بود مطلبی نوشته که به بحث امروزمون بی ربط نیست. نویسنده وبلاگ روی خط وحید از تناقضی گفته که در میان مسئولان در مواجهه با اقلیت‌های دینی وجود داره. چون از یک طرف بر آزادی اقلیت‌ها تاکید دارن، اما از طرف دیگه ادیان آسمانی رو جزو ادیان ظالم معرفی می‌کنن. وحید نوشته تناقض رفتارشون برای همه آنقدر مشهود است که نیازی به توضیح اضافه و مثال از ظلم‌هایی که به بهائیان یا مخالفان سیاسی و عقیدتی می‌شود نداشته باشد. ولی شاید ندانید که این اواخر پارا از گذشته هم فراتر نهادند و برای چندمین بار دین زرتشتی که طبق اصل 13 قانون اساسی نخستین اقلیت از 3 اقلیت دینی مجاز در ایران محسوب می شود و حتی دین مسیحیت را هم به لیست فرقه های ظالم و منحرفشان اضافه کردند. خب این نکته‌ای بود که وحید اشاره کرده بود. اما غیر از این اجازه بدید یادآوری کنم که به توییتر ما هم میتونید سر بزنید. توییتر برنامه روی خط twitter.com خط مورب روی خط که در اونجا میتونید لیستی از مهمان‌ها، موضوعات و آنچه مهمانان عزیز برنامه روی خط در این برنامه بیان می‌کنند و دنبال می‌کنید. اجازه بدید بریم سراغ بیننده‌هایی که موفق شدن با ما تماس بگیرن و ببینیم نظرشون چیست. اول از همه بریم سراغ آرش از ارومیه. سلام بر شما، صدای شما رو میشنویم. آقای آرش از ارومیه، خواهش میکنم بفرمایید. بله سلام سیاچی، خسته نباشید. ببینید آقای سیاچی، من فکر میکنم که اونقدری که تو ایران به اقلیت‌های مذهبی اهمیت داده میشه تو هیچ کشور دیگه اینطور نیست. همونطور که خودتون هم گفتید اقلیت مذهبی در ایران در مجلس نماینده دارن. بله. و این خیلی نکته مهمی است که در کشور دیگه هم فکر نمی‌کنم همچین چیزی وجود داشته باشه. بله. به علاوه اینکه اونا به راحتی مراسم مذهبی خودشون رو با هیچ مشکلی برگزار میکنن و هیچ مشکلی هم ندارن. ولی خب برخی از بفرمایید شما بفرمایید. ولی خب تو سالهای اخیر برخی گزارش ها حاکی از اینه که با اقلیت‌های دینی رفتار خوبی صورت نمی گرفته یا مانع از برگزاری مراسمشون می شد. حتی حالا من اشاره کردم که سنی ها جزو اقلیت دینی در ایران محسوب نمی شوند چون بنابر قانون اساسی مسلمانان امت واحده هستند، اما مثلا برای برگزاری نمازهاشون یا مراسم های دینیشون گاهی با مشکلاتی مواجه می شن. یا مثلا برخی از پیروان برخی از ادیان که مورد تاکید قانون اساسی هم هست مصاحبه شغلی براشون امکان پذیر نیست براشون انجام بشه، یا یه سری محدودیت ها تو ورود به دانشگاه هست. فکر میکنید این مشکلات بابت چیه؟ در مورد اهل سنت که فرمودید، شما ببینید ما حتی تو مجلس
مسئولین کشور هم داشتیم، از کسانی که از اهل تفنن بودن. بله. آیه رمضان‌زاده که در واقع سخنگوی دولت بودن، ایشون خودشون اهل تفنن بودن. همینطور در مورد حالا فکر کنم شما بیشتر در مورد اقلیت‌هایی که میفهمید خیلی بهشون بها داده میشه، در واقع من فکر کنم بهایی ها رو منظورتونه. ولی اگر دقت کنید جمعیت بهایی ها در واقع پیامبرشون اول مشخص بود. ما هر دین، هر یک از ادیان الهی پیامبرشون مشخصه. حضرت موسی پیامبر. ببین دوست عزیز، آراش عزیز، ببین من از شما نظرتون در مورد آزادی مذهبی پرسیدم و شما هم گفتید که آزادی مذهبی در ایران وجود داره و نظرتون شنیدیم. حالا اینکه مثلا چون بحث ما در مورد کیفیت ادیان نیست که مثلا فرض کنید مسیحیت چگونه است، آیین بهائیت چگونه است، که حالا بریم تو این بحثا باشه. اتفاقا همین یک ساعت پیش هم یه گزارش شبکه خبر ایران در مورد بحث بهائیت داشت که حالا به هر حال بگذاریم از این مسئله. اجازه بده بریم سراغ بیننده‌های دیگر، ببینیم دیگران چه صحبتی دارن. اگر وقت شد برمیگردیم با شما هم بحث رو ادامه میدیم. آقای صالحی از آلمان روی خط هستند. اگر صدای من رو میشنوید لطفاً بفرمایید نظرتون چیه؟ آیا به نظر شما آزادی مذهبی در ایران وجود داره یا خیر؟ درود بر ملت ایران و درود بر شما آقای سیگارچی. خواهش میکنم. بسیار متاسفانه و با غم بسیار زیاد، تنها چیزی که وجود نداره آزادی در ایران، به خصوص ادیان. اینا میگن ادیان آزاده. اگر هرچی ما میگیم گوش کنیم، این کجاش آزادیه؟ اینا اصلا معنی آزادی نمیدونن چیه. بد. این نظر منه. آقای صالحی چرا شما این اعتقاد رو دارید؟ چون بیننده قبلی که از ارومیه زنگ زد بود مخالف شما بود. آیا شما مصداق و نمونه‌ای در این مورد دارید که بتونید به عنوان دلیلتون اعلام کنید؟ نمونهش خود بنده. من طرفدار آقای گاندی هستم، یعنی مسلمون و مسیحی و جبر و بیدین و بادین همه برادر هستن. این نظر منه. به خاطر همین این رژیم منو به اعدام محکوم شد. من مجبور شدم فرار کنم، تمام اموال خانواده رو گذاشتم اومدم اینجا. الحمدلله عدو شباب سبب خیر، اگر خدا خواهد اینجا به تحصیلاتم ادامه دادم و بعضم هم عالیه. بازم به ایده خودم هستم و در ایران اصلا آزادی وجود نداره. ممنونم ازت اون آقای صالحی که آمدید روی خط از آلمان و نظر دادید. به هر حال اشاره کردم تو گزارش ابتدای برنامه هم، یک موردی که خیلی تو سالهای اخیر بیشتر دیده شده بحث این هست که برخی از کسانی که از پدر مادر مسلمان هستن، اگر به دین دیگری بروند و تمایل داشته باشن، عملا باشون برخورد میشه، که حالا باز در طول برنامه بیشتر در موردش صحبت میکنیم. حالا که نظرات بینندگان رو شنیدیم، بد نیست گزارش نبض مردم رو هم پخش کنیم، چون همکارانم رفتن به سراغ چند شهروند در پایتخت آمریکا و از اونها پرسیدن که نظر اونها در مورد آزادی دینی چیه و اینکه چقدر جدایی دین از سیاست خوب هست یا خیر. به نظرم خیلی مهمه. بنیاد این کشور بر پایه آزادی مذهبه و برای همینه که مردم هنوز به این کشور میان. آیا با وجود مذهب رسمی موافقی؟ نه، به نظرم تصمیم باید با خود مردم باشه. الزاماً نباید مذهب رسمی وجود داشته باشه. بنیاد این کشور بر اساس آزادی بیان و حق انتخاب بنا شده و هر کس این حق رو داره که باورهای خودش رو انتخاب کنه. به نظرم خیلی مهمه. آزاد بودن در انتخاب باورها و اعتقادات ماست که به ما کمک میکنه انسانهای بهتری باشیم. امروزه هیچ دلیلی وجود نداره که انسانها در انتخاب باورهاشون آزاد نباشن. فکر میکنم که خیلی مهم باشه. البته ما خیلی مذهبی نیستیم، برای همین هیچ وقت هم درگیر دین و مراسم مذهبی نبودیم. ولی در کل بله. با وجود این که من به مذهب خاصی اعتقاد ندارم، ولی فکر میکنم که آزاد بودن در انتخاب مذهب خیلی مهمه. بله.
امشب برای بحث بیشتر از دو مهمان دعوت به عمل آوردیم. یکی از مهمانان ما که از لس آنجلس در کالیفرنیای آمریکا به ما میپیوندند آقای سام کرمانیان هستند، مشاور عالی فدراسیون یهودیان ایرانی تبار در لس آنجلس که پیش از این دبیر کل این فدراسیون بودند. سلام بر شما آقای کرمانیان عزیز. خدمت همه بینندگان ما در اقصی نقاط جهان، به خصوص هموطنان عزیزم در ایران. ممنونم. و دیگر مهمان برنامه هم آقای کاویان صادق‌زاده میلانی از فعالان حقوق بشر هستند که در سالهای گذشته در مقطعی دبیر کمیته بهائیان مجموعه فعالان حقوق بشر بودند که اینک در استودیو خدمتشون هستیم. سلام بر شما آقای میلانی و ممنون که قبول دعوت فرمودید. درود و سپاس. مرسی. خواهش می‌کنم. اگر اجازه بدید آقای میلانی عزیز، بحث رو با آقای کرمانیان شروع کنیم. آقای کرمانیان، امروز روز آزادی ادیان در امریکا است و خب به نوعی همونطوری که من هم در ابتدای برنامه اشاره کردم، این مسئله، این متمم قانون اساسی به نوعی تضمین کننده جدای دین از سیاست و حفاظت از ادیان در ایالات متحده آمریکا است. خوشحال میشم برای من و بینندگان از سابقه این موضوع و اینکه چه تأثیری بر سابقه تاریخی ایالات متحده آمریکا داشته. خیلی ممنونم از فرصتی که دادید جناب سیگارچی. عرضم به حضورتون که امروز سالگرد 225مین سال وضع قانون آزادی مذهب در ایالت ویرجینیا هستش که در سال 1786 به ثبت رسید. یک سال بعد از اون در سال 1787 قانون اساسی آمریکا به تصویب رسید در 7 ماده که البته هر کدام از این مفاد چندین بخش داره و این اصل قانون اساسی در واقع به ساختار دولت، قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه و اختیارات دولت فدرال در مقابل ایالت‌ها می‌پردازه. 4 سال بعد از اون در سال 1791 اولین سری متمم‌های قانون اساسی آمریکا به نام بیل آف رایتس در 10 ماده به تصویب میرسه و اولین ماده بیل آف رایتس که در 4-5 جمله بیشتر نیست در واقع، ولی در همین 4-5 جمله آزادی‌های بسیار گسترده‌ای رو به شهروندان آمریکا میده، میپردازه به آزادی مذاهب، آزادی بیان، آزادی اجتماعات و 2 جمله اول این اولین متمم قانون اساسی، یعنی از لحاظ اهمیتی که طراحان این قانون اساسی آمریکا قائل میشدن برای آزادی مذاهب، 2 جمله اول مربوط میشه به آزادی مذاهب که جمله اولش میگوید که کنگره آمریکا حق نداره هیچ نوع قانونی رو وضع بکنه که یک مذهبی رو به عنوان مذهب رسمی مطرح بکنه یا به وجود بیاره. جمله دومش میگوید که کنگره آمریکا حق نداره هیچ نوع قانونی وضع بکنه که کوچکترین محدودیتی برای دنبال کردن مذاهب از طریق افراد قائل بشه. بله. یعنی یک روی سکه این هستش که به هیچ مذهبی نباید ارجحیت داد، روی دیگرش این است که مذاهب موجود باید اجازه داشته باشن که با آزادی کامل خودشون رو دنبال کنن. بعد این لفظ جمله جدایی مذهب از حکومت چند سال بعد توسط آقای جفرسون که سومین رئیس جمهور آمریکا بود مطرح شد. در نامه‌ای که خطاب به مجمع بپتیست‌های دنبری نوشته بود، ایشون با ذکر این متمم اول قانون اساسی در نامه‌شون می‌نویسن که به این سبب یک دیوار جدایی، a wall of separation، بین مذهب و حکومت در آمریکا وجود داره. بله. البته سابقه جدایی مذهب از حکومت، دکترین اولش توسط مارتین لوتر، یک کشیش آلمانی در اواسط قرن 16 مطرح میشه که مطابق این دکترین آقای لوتر میگوید که باید جدایی بین حکومت آسمانی و حکومت زمین به وجود آورد به سبب اینکه حکومت زمینی به خاطر اینکه بر حسب تعریف سرکارش با مسائل فیزیکی و مادی هستش، قابل این هستش که فساد درش رسوخ بکنه و نباید اجازه داد که حکومت آسمانی
توسط این نوع فساد مادی و فیزیکی حکومت زمینی لکه‌دار بشه. بله. بنابراین باید اینها از هم جدا بشن. آقای کرمانیان برمیگردیم حتما با شما بحث رو ادامه میدید. عذرخواهی میکنم که صحبتتون رو قطع کردم. اجازه بدید که سوال برنامه رو میخوام از آقای میلانی عزیز بپرسم. آقای میلانی، از بیننده ها پرسیدیم که تا چه حد آزادی ادیان در ایران وجود داره. دو دیدگاه متفاوت بیان شده. بیننده گفت کاملا وجود داره و بیننده دیگر گفت نه. شما که سالهاست به عنوان فعال حقوق بشر این مسائل رو دنبال میکنید، نظرتون در این مورد چیه؟ بله، دولت ایران در حال حاضر یک نظام اولیگارشی مذهبی رو بر ایران پیاده کرده و در مراتب مختلف شهروندان ایرانی از حق شهروندی محروم هستند و این تبعیض‌ها چند زاویه داره. فرضاً جنسیت یک نمونه و مقوله این هم مقوله دین و باورهای وجدانی است. برای نمونه اصل 12 قانون اساسی که شما بهش اشاره کردید، این اصل دین رسمی کشور رو مذهب شیعه اسم اشعری معرفی میکنه. یعنی تمام عقاید و باورها و نگرش‌ها و مکاتب دیگه همه ناگهان میشن غیر رسمی و بنابراین به عنوان باورهای غیر موجه و باورهای نادرست به هر حال اینا ارائه میشن. از سوی دیگه در همون اصل 12 قانون اساسی اشاره میشه به اهل سنت و جماعت که باید در نهایت احترام باشن، ولی هیچ حق مثبتی به عنوان حقوق مدنی و شهروندی برای اینها در نظر گرفته نشده. فقط اجازه دارن که در فقه خودشون و احوال شخصیشون فعالیت بکنن. در اصل 13 قانون اساسی سه جامعه دینی رو نام برده شده: جامعه زرتشتی، جامعه کلیمی و جامعه مسیحی. و این جوامع رو باز هم دولت محدود کرده بدون هیچگونه حق مثبت و در این چارچوب که باید فقط در اجرای مراسم دینیشون و تعلیم و تربیت فرزندانشون اینا مختارن در چارچوب قانون. ولی خب تو اصل 14 که من اتفاقا اشاره کردم تاکید میکنه اگر بر اساس آیه‌ای که از سوره ممتحنه آورده که باید حقوق انسانی افراد غیر مسلمان رعایت بشه. چی شده که شما معتقد هستید که این حقوق رعایت نمیشه؟ اصل 14 قانون اساسی بیانگر یک تنش در مسجد خبرگان بوده و در اونجا به حال مشخص میشه که فرضاً بزرگترین اقلیت دینی ایران جامعه بهائی هستن و هیچ اشاره بهشون نشده، یا اقلیت‌های دیگه مثل اهل حق، جامعه مندائی که اسمی ازشون نیست و صحبت ازشون نمیشه ولی حقوقشون به هر حال در خطر هستش همیشه. اینو بگم که جامعه بهائی در اون موقع به هر حال سعی کرد که این مسئله مطرح بکنه و حقوق بهائیان در اون موقع مطرح نشد و قانون اساسی در مورد حقوق بهائیان به طور خاص سکوت کرد. ولی جایگزین کردن لغت حقوق انسانی به جای حقوق بشر در این قانون اساسی نشون دهنده این بود که دولت ایران تمایلی به باز کردن مبحث حقوق بشر در ایران نداشت. یک. دوم اینکه آیه 8 سوره ممتحنه مربوط به کسانی است که علیه مسلمانان مقاتله و قتال و کشتار کرده باشند، یعنی مسلمانان رو کشته باشند و بعد یا اینها رو از دیارشون و سرزمینشون بیرون کرده باشند. درسته. و مشخصه که بعد دادن حقوق انسانی به کسانی که کشتار نکردن علیه مسلمانان خب مطمئن نیست، ولی قسط و برابری رو اونجا مطرح میکنه و عدل اسلامی رو مفهوم کاملا اسلامی. بله، ولی هیچ گونه حق مثبتی باز هم داده نمیشه و اون حق در آیه قرآن منوط و مربوط و مشروط بوده به یک مسئله مهم که کسانی علیه مسلمانان قتال و کشتار نکرده باشن. در مفهوم فارسی قانون اساسی این عوض میشه و ناگهان میشه هر کسی که اقدام علیه نظام نکنه یا فرزند کسی که توطئه علیه نظام نکنه. و شما فرزند برای نمونه عرض میکنم تو جوان بهایی اخراج میشن از دانشگاه به دلیل باورهای دینیشون، اگه اینها فرضاً یک وبلاگ درست کنن، یه چیزی بنویسن، این میشه توطئه علیه نظام و حقوق شهروندیشون یهو از بین میره. یعنی حقوق شهروندی نه تنها که مثبت ارائه نشده، بلکه یک جوری با یک واژه‌های گنگ و واژه‌هایی که تقریباً میخوام بگم یعنی انقدر انتزاعی و کلی هستن که هر عملی، حتی یه تکست مثلا ممکنه که تکست اس ام اس توطئه و اقدام علیه امنیت ملی بشه و بنابراین حقوق شهروندی جامعه بهائی کاملاً در کنار اقلیت دیگه در یک طیفی تقلیل داشته و کم رنگ شده. ببین شما فرضاً در ایران شیعه اسم اشعری در درجه اول، بعد اهل تسنن، بعد اقلیتایی که رسمی هستن و اسمشون برده شده و اونایی که اسمشون برده نشده تقریبا حقوقی ندارن و حقوقشون نقض حقوق بشرشون بسیار بسیار آشکار و برجسته هستش و این مسئله مغایرت داره با
با اصول حقوق بشر، چون اصول حقوق بشر حق شهروندی و حق مدنی رو به همه اعطا میکنه و در مواردی میگیره، ولی اینجا از اول همه سلب شدن. حالا شما از آیین بهائیت صحبت کردید، اجازه بدید از آقای کرمانیان سوالی رو، همین سوال رو بپرسم. به هر حال ایشون مشاور فدراسیون یهودیان ایرانی تبار در لس آنجلس هستن. آقای کرمانیان، شما چه فکر میکنید؟ به نظر شما چقدر آزادی مذهبی برای ایرانیان وجود داره، به خصوص اقلیت‌های دینی و به خصوص یهودیان ایران؟ بله، عرضم به حضورتون که طبیعیه که در نوع حکومتی که یک مذهب به عنوان مذهب رسمی شناخته میشه، طبیعتاً در واقع بر حسب تعریف یک محدودیت‌هایی برای مذاهبی که خارج از اون مذهب رسمی هستن مطرح میشه. من این رو بهش میپردازم. فقط اجازه میخوام از حضورتون که در به اصطلاح خاتمه اون بحث بخش اولمون، برای اینکه این تناقض رو نشون بدم، بپردازم به اینی که 225 سال بعد از وضع اولین قانون آزادی مذاهب در آمریکا میبینیم که امروز در آمریکا یک رئیس جمهوری در صدر کاره که از نژاد سیاه پوست هستش و از یک پدر مسلمان زایده شده، بخش بزرگی از کابینه‌اش از یهودیان تشکیل شده، در کنگره آمریکا همه نوع فردی از مسیحی و بودایی و هندی و از همه مذهب و از همه نژادی افراد هستند، همه در این مملکت به نسبت استعدادهاشون و لیاقتهاشون دارن خدمت میکنن و استعدادهاشون رو در راه پیشرفت مملکت و ملتشون به کار میبرن. در مقابل، در ارتباط با محدودیت‌هایی که در ایران برای خاصه جامعه کلمی ولی به طور کلی همه اقلیت‌ها مطرح هستش، اینا رو میشه به 4 بخش تقسیم کرد. بخش اول اقلیت‌هایی هستن که در عمل در حیطه قانون منعکس شدن، از قبیل محدودیت‌هایی که مثلا در مدارس یهودی وجود داره. به عنوان مثال عرض می‌کنم، روز شنبه که یک روز مقدس در آیین یهود و در اون روز کار نباید کرد، مدارس یهودی موظفند که روز شنبه مدارس رو باز نگه دارن و بچه‌ها باید به مدرسه برن. در واقع قانون 4 ده فرمان رو بچه‌های یهودی موظفند که نقض بکنن. شما در گزارشتون به قانون دیه اشاره کردین. 2-3 سال پیش دیه برابر شد برای یهودیان، ولی تا قبل از اون خونبهای یک فرد یهودی در ایران برابر بود با خونبهای یک گاو. مسائل ارث رو بهش اشاره کردین. در رده‌های دولتی مطابق قانون ایران یک یهودی یا یک اقلیت اجازه نداره از یه سلسله رده‌های، چه در ارتش چه در ادارجات غیر نظامی، پیشرفت بکنه. در ازدواج‌های مختلط اگر که یک مرد مسلمان با یک زن یهودی ازدواج بکنه، مطابق قانون اسلام فرزند یک مرد مسلمان مسلمان هستش، در صورتی که در آیین یهود مذهب از طریق مادر به فرزند میرسه و بنابراین او باید یهودی باشه. حالا این فرزند اگه بزرگ شد و تصمیم گرفت که یهودی باشه، در واقع مثل اینه که از دین اسلام به دین یهودیت گرویده و مرتد حساب میشه. بخش دوم این محدودیت ها در قانون نیست، ولی در سیاست های تبعیض‌آمیزیه که اعمال میشه و اینها عبارت میشه به عنوان مثال در رابطه با اشتغال در اداره ها، رفتارها و برخوردهای تبعیض‌آمیزی که در ادارجات دولتی یا در قوه قضاییه انجام میشه. بعدش، بعد از اون، تبلیغات بسیار وسیع ضد یهودیه که در سر تا سر کشور و در تمام بخش ها داره اعمال میشه، از رادیوها و تلویزیون ها گرفته تا نشریات و روزنامه و کتب و حتی صحبت ها و اعلامیه های افراد رسمی، و مجموعه این جو باعث میشه که تبعیضاتی در سطح جامعه بر علیه یهودیان و یک جو تهدیدآمیزی برای یهودیان به وجود اومده. البته من فقط اجازه میخوام از این فرصت استفاده کنم، ملت ایران یک ملت بسیار عادل، منصف، شریفیه.
جامعه یهودی در ایران 2500 سال به عنوان برادر زندگی کرده، در ارتباطات شخصی و فردی مشکلی بین یهودی و مسلمان وجود نداره، ولی در جو کلی با تأسف و با شرم باید بگم که نه تنها محدودیت زیاده بلکه تبعیضات بسیاری وجود داره. ممنونم از شما آقای سام کرمانیان که تو بحث امشب شرکت کردید و نظر دادید. امیدوارم در فرصت‌های بعد هم باز بتونیم در خدمتتون باشیم. خیلی متشکرم از محبتتون. خب آقای میلانی، به عنوان سوال آخر اجازه بدید بحث رو در مورد همین اصل 4 قانون اساسی داشته باشیم که اشاره کرده اگر غیر مسلمانی به قول معروف توطئه نکنه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی و اقدامی نکنه میتونه از حقوق انسانی برخوردار باشه. چرا جامعه بهائیت از این حقوق برخوردار نیست؟ به هر حال محروم کردن از حق تحصیل که دیگه اقدام علیه امنیت نیست که از سوی برخی نهادها در حکومت صورت میگیره. دلیل دشمنی با این آیین چیه؟ متشکرم. بحث حقوق بشر بهائیان و یا زرتشتیان در ایران تفکیک پذیر از مباحث حقوق بشر نیست. و به هر حال در ایران ما الان در وضعیتی هستیم، برای نمونه عرض میکنم، در طول سال جاری در هر 27 ساعت در ایران یک نفر اعدام شده. واضح‌تر از حق حیات چیزی نیست. درسته؟ وقتی شما یک روند دارید در طول فرضاً 9 ماه 10 ماه اخیر هر 27 ساعت یک نفر اعدام شده، یعنی این حقوق کاملاً زیر پا گذاشته میتونن بشن. بله. درسته؟ در مورد مسئله جامعه بهائی و مسئله فقط جامعه بهائی نیست البته، ولی در مورد جامعه بهائی اینو میشه گفت که به هر حال دولت ایران در برابر جامعه بهائی به طرزی وارد اقداماتی شده و داره با خشونت و با آزار بهائیان در شهرهای کوچیک، در جاهای بزرگ، بازداشت بهائیان، بازداشت‌های خودسرانه، بازداشت‌های خارج از حیطه قانونی، بهائیان رو دارن سعی می‌کنن که تحت فشار و آزار و آسیب قرار بدن. برای نمونه در روستای در مازندران به اصطلاح زمین‌های بهائیان اونجا غصب شده، زمین زیادی غصب شده، به اصطلاح اینا رو از خونه‌هاش روندن، مناظر آتیش زدن. برای نمونه در رفسنجان در حدود 2 ماه اخیر حدود 9 یا 10 مورد داشتیم که محله‌های کسب جامعه بهائی رو بهائیان رو آتیش زدن. یعنی تمام این فشارها بر مبنای نقض حقوق بشر واضح و آشکاری است که داره انجام میشه و اینها تفکیک پذیر نیست از اون چیزی که داره در طیف جامعه انجام میشه. و اگر که گروهی به اصطلاح دارن علیه بهائیان کار میکنن، گروه دیگه دارن به گروه دیگه از جامعه مدنی و شهروندان ایران آسیب میزنن. و شهروند بنابر تعریف اون کسی است که در یک جامعه زندگی میکنه و در اون جامعه حقوق کامل سیاسی، اجتماعی و مدنی رو باید داشته باشه. و نوعی که در ایران الان برای مثال عرض میکنم با جامعه بهائی برخورد میشه، بهائیان مثل تابعیت ایران رو دارند، ولی حقوق شهروندیشون مثل حق تحصیل، مثل حق اشتغال، عرضم که حق امنیت، حق اینکه اینها فرزند بتونن که بچه خودشون به مدرسه دلخواه بفرستن ندارن. و بنابراین این وضعیت حقوق بشری بسیار بسیار نگران کننده هستش. ممنونم از شما آقای میلانی عزیز که در بحث امشب شرکت کردیم. امیدوارم شما را هم در فرصتی بعد با وقت بیشتر داشته باشیم. خب بینندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر برمیگردیم برای اینکه نظرات شما رو جمع‌بندی کنیم. خب گفتم که همکارم ماندانا تدیو میاد برای اینکه جمع‌بندی کنیم نظرات شما رو. سلام دوباره بر تو، خسته نباشی. خب با وبلاگ شروع می‌کنیم. بیننده که خودشو معرفی نکرده توی وبلاگ ما نوشته که چیزی به نام آزادی اقلیت‌های مذهبی در ایران باقی نمونده. انجام فعالیت‌های مذهبی همه آیین‌ها جز اسلام با محدودیت بسیار روبروست. تازه خود اسلام هم محدود هست. اساساً هیچ آزادی مذهبی وجود ندارد. وحید نوشته که اینجا همه مردم اقلیت مذهبی حساب میشن به جز ذوب شدگان در ولایت
فقیه. بهنام نوشته که با دستگیری‌های پی در پی افراد مذاهب دیگر مشخص است که آزادی مذاهب در ایران وجود ندارد. بیننده‌ای که خودشو به عنوان مسیحی واقعی معرفی کرده نوشته که در قوانین ایران ادیان دیگر حتی سنی‌ها حق رسیدن به مقامات مختلف رو ندارند. در قانون اساسی تاکید شده که ریاست جمهوری باید شیعه باشه. در سایر مقامات هم تبعیض علیه ادیان دیگر برقرار هست، فقط به عنوان ویترین یک نماینده اون هم از یکی دو دین خاص در مجلس گذاشتن. و روزیده هم نظر مشابهی داره، گفته که در اسرائیل مردم غیر یهودی میتونن به مقام بالایی برسن، اما در ایران آیا به من یهودی اجازه داده میشه که در ارتش، سپاه پاسداران یا بسیج به مقام افسری و فرماندهی برسم یا در انتخابات ریاست جمهوری خودم رو کاندیدا بکنم؟ اینها نظراتی بود که توی وبلاگ داشتیم. توی فیسبوک ما سورنا نوشته که در ایران خود شیعه ها هم آزاد نیستن، چه برسه به اقلیت های مذهبی، و این یکی از نظرات بود که خیلی تعداد زیادی این رو گفته بودن توی وبلاگ، توی ایمیل، توی کلا نظراتی که امروز داشتیم. ولی به ایمیل ها مگه یه نگاهی بکنیم، جاوید توی ایمیلی که فرستاده نوشته که اهمیت که داده نمیشه، هیچ برخورد هم میشه. هوشنگ نوشته که در ایران به حقوق مسلمان ها هم احترام گذاشته نمیشه که حقوق اقلیت های مذهبی مراد بشه. حقوق انسانی و دینی فقط مربوط به قشر خاصی، اون هم وابسته به دولت و نظام هست که محترم شمرده میشه. کوروش از تهران توی ایمیلش نوشته که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تبعیض‌های مذهبی و سیاسی است. نه تنها سایر مذاهب از آزادی کافی برخوردار نیستند، بلکه شیعیانی هم که به ولایت فقیه اعتقاد نداشته باشند عملاً حقوقی ندارند. من این نظر خیلی زیاد هستش. و آرش از تهران گفته که مگر اونهایی که اکنون در زندان هستن مسیحی، سنی، یهودی، کمونیست یا بودایی هستن؟ دین و مذهب بهانه بیش نیست برای اینکه همه چیز رو در کشور قبضه کنند. اینها نظراتی بود که داشتیم. ایمان مسیحی از ایران، فتانه و رامین که هر دو گفتن مسلمان بودن ولی الان مسیحی شدن، بیژن از ایران، بابک آزادی، اقلیت، یک یهودی، آرش بهایی، شارک، جمشید از شاهینشهر، محسن، همه برای این عقیده بودن که در ایران آزادی مذهب وجود نداره. و خیلی گفتن حتی سنی ها که اصلا، ولی حتی شیعیان هم تا حدودی آزادی ندارن. جالبه که بیننده های متنوعی داشتیم از آیین های مختلف. امیدوارم البته این بحث خلط نشه، برای اینکه آزادی مذهبی به معنی بیدینی نیست، بلکه آزادی مذهبی و آزادی دینی به این معنی که همه میتونن دین خودشون داشته باشن بدون اینکه براشون محدودیتی ایجاد بشه، اگر هم کسی دینی نداره که نداره. به هر حال ممنونم ازت که امروز اومدی. منم بعد از یه هفته بالاخره اومدم روی خط دوباره و امیدوارم که در برنامه بعد هم با شما باشیم و بتونیم بیشتر نظرات بیننده رو منعکس کنیم. خب اجازه بدید که بریم سراغ موضوع برنامه فردا شب و ببینیم فردا شب قراره به چی بپردازیم. موضوع برنامه بعدی روی خط در حقیقت به مناسبت سال روز تولد مارتین لوتر کینگ در آمریکا. خب میدونید که در اینجا تعطیل رسمی هست. مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش مدنی آمریکاست. او از جمله حامیان و مشوقان مبارزه غیر خشونت‌آمیز بود که از رهبران جنبش پایان جدایی نژادی در آمریکا محسوب می‌شد. مارتین لوتر کینگ در سال 1968 ترور شد. فردا در برنامه روی خط حمیده آرمیده نگاهی خواهد داشت به زندگی و آرمان‌های مارتین لوتر کینگ و همچنین نظر شما رو خواهد پرسید در مورد مبارزات غیر خشونت‌آمیز. مهمان برنامه فردا شب هم دکتر رامین احمدی فعال حقوق بشر هستند که خواهیم داشت ایشون رو. منتظر نظرات شما هستیم. پیامگیر برنامه روی خط 201-202-205-9942. بعد از این شماره میتونید کد 92 رو بزنید و تا 2 دقیقه برای ما پیام صوتیتون رو بفرستید. شماره پیامگیر رو همکارانم به صورت زیرنویس گذاشتن که اگر میخواید یادداشت کنید. غیر از پیامگیر میتونید از طریق ایمیل برنامه با ما در ارتباط باشید. اگر نظری دارید، دیدگاهی در مورد موضوع برنامه فردا برای ما ایمیل بفرستید به آدرس roy@voanews.com که همکارانم حتما نظرات شما رو دستبندی خواهند کرد تا بتونیم فردا نظر شما رو در برنامه مطرح کنیم. و همچنین صفحه وبلاگ برنامه روی خط رو هم فراموش نکنید، roy@blogspot.com آدرس وبلاگ ماست که میتونید روش نظر خودتون رو بفرستید. پس تا فردا شب و نگاهی به زندگی و آرمان‌های مارتین لوتر کینگ و همچنین نظر شما در مورد مبارزات غیر خشونت‌آمیز. تا فرصتی بعد که در خدمتتون باشم از همه شما خداحافظی می‌کنم.